فیلترهای دشوارگذر مجلس نمایندگان برای نامزد وزیران، کمیسیون‌های فرهنگی و تحصیلات عالی، امور بین المللی و تفتیش مرکزی مجلس نمایندگان امروز نشست مهمی داشتند. اعضا و رهبری این کمیسیون‌ها امروز کارشیوه‌ای را برای چگونگی دادن رأی به نامزد وزیران ساختند. بر بنیاد این کارشیوه به نامزد وزیرانی که تابعیت دوم دارند صندوق گذاشته نمی‌شود. نماینده‌های از 3 کمیسیون دائمی مجلس، یعنی از کمیسیون روابط بین المللی، از کمیسیون تفتیش مرکزی و از کمیسیون معارف و تحصیلات عالی در حضور داشته، به اتفاق آرا یک طرز العمل را فیصله کردند که یکی از ماده های است که به دلیل طولانی بودن ترک تابعیت، هر نامزد وزیری که تابعیت دوم داشته باشه آنها دیگه به عنوان کاندید معرفی شده نمیتونند. قاطی تصمیم گرفته شد کسانی که دو تابعیت هستند به روز یک شنبه طبق فیصله کمیته رؤسا در روز رأی اعتماد صندوق آنها مانده نمی شود، بلکه به جایشان رئیس جمهور باید کسان دیگر را در آینده معرفی بکند. وقت نامزد وزیران از این فیلتر گذشتند و ثابت کردند که تابعیت دوگانه ندارند، باید تفاهم‌نامه‌ای را با مجلس نمایندگان امضا کنند. تفاهم‌نامه‌ای که در آن آمده اگر در آینده ثابت شد که وزیر تابعیت دومی دارد از مقامش برکنار می‌شود. یک تعهدنامه را مشترک جور کردیم که در او تعهدنامه واضح قاطع نوشته شده کسی که کاندید وزیر است نوشته میکنه که تعهد میکنه که ما تابعیت دوم ندارم. اگر زمانی که تابعیت دوم سرش ثابت میشه هم پست وزارت از دست میته و هم بلوی سارنوالی معرفی میشه. اما یافته های تلویزیون یک نشان میدهد که دست کم 10 نامزد وزیر و نامزد رئیس بانک مرکزی تابعیت دوگانه دارند. داوود شاه صبا نامزد وزیر معادن تابعیت کانادا، محمود صیقل نامزد وزیر وزارت انرژی و آب تابعیت استرالیا، سید سعادت نادری نامزد وزیر وزارت کار و امور اجتماعی تابعیت بریتانیا، احمد سیر مهجور نامزد وزیر وزارت عدلیه تابعیت فرانسه، نورالحق علومی نامزد وزیر وزارت امور داخله تابعیت هلند، شاهزمان میوندی نامزد وزیر وزارت انکشاف شهری تابعیت آلمان، فیض‌الله کاکر نامزد وزیر مبارزه با مواد مخدر کارت سبز اقامت آمریکا، آی سلطان خیری نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ تابعیت ترکیه، برنا کریمی نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنولوژی کارت سبز اقامت آمریکا، اکلیل حکیمی جایگزین غلام جیلانی پوپل نامزد وزیر وزارت مالیه گفته می شود کارت سبز اقامت آمریکا را دارد. همچنان خلیل صدیق نامزد ریاست بانک مرکزی گفته می شود کارت سبز اقامت آمریکا را دارد. تماس ما با آقای صدیق برای تایید این مسئله موفق نبود. بسیاری از این نامزد وزیران داشتن تابعیت دومی را رد کردند، اما برخی از این نامزد وزیران مانند فیض‌الله کاکر و برنا کریمی داشتن گرین کارت آمریکا یا کارت سبز اقامت را تایید کردند.